مهدی بازرگان مهندس بود، نخست وزیر بود، رهبر نهزت آزادی بود و نویسنده بود از این نقش های متفاوت از او چه میبینیم؟ حاصل کار بازرگان چه بود؟ سلام من داریوش کریمی هستم به پرگار این هفته خوش آمدید شاید بتوان مهدی بازرگان را به یک معنا تراژیک ترین چهره تاریخ معاصر ایران نامید بازرگان بیش از پنجاه سال برای عقیده جنگید و سپس در آخرین سالهای عمر خود اون عقیده را باطل اعلام کرد او در خطابه تحت عنوان آخرت و خدا تنها برنامه به سطح انبیا گفت دین برای دنیا برای سیاست و اقتصاد و حکومت نازل نشده است کمتر کسی را میتوان یافت که عمری برای چیزی بجنگد و در پایان اون را خطای در آن را خطایی بزرگ بشمارد این اعتراف در عین آنکه جسارتی کم نظیر میخواهد به زندگی شخص رنگی تراژیک میدهد اما بازرگان را نباید تنها به این نقش فروکاست شاید بتوان او را اولین مفسر غیر روحانی اسلام در ایران شناخت و به این معنا اولین فرد تاثیرگذاری که انحصار نهاد روحانیت در بحث درباره اسلام را شکست بازرگان در این حال کسی بود که با جدا شدن از جبهه ملی و تأسیس نهزت آزادی حرکتی نو در میان آنها که ملی بودند و دغدغه دینی داشتند ایجاد کرد او هم درباره سیاست نوشت و هم درباره دین تلاش کرد اسلام را با دموکراسی آشتی دهد و تلاش کرد احکام تهارت در اسلام را با قوانین فیزیک و شیمی توضیح دهد از این نقش های متفاوت بازرگان چه به جا می ماند و درباره او چه قضاوتی ماندگار خواهد شد این موضوع را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم پرویز دستمالچی نویسنده و منتقد جریان های نواندیش دینی و ملی مذهبی حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر اسلامی که کتابی هم در مورد مهدی بازرگان نوشته و مخاطبان <applause> اونها در پنل دوم حمید رضا ظریفی نیا روزنامه‌نگار و نیما برازنده دانشجوی فلسفه خیلی خوش آمدید آقای دستمالچی به نظر شما از مهدی بازرگان در یادها چه به جا میمونه به عنوان یه فرد بسیار مسلمان مذهبی و ملی که مبارزات ملی بسیار زیادی کرد خدمات زیادی هم کرد ولی در یک دورانی یک اشتباه بزرگ کرد به نظر من هم از نظر فکری هم, و هم نظر سیاسی ولی فردی صادق و خدمتگذار برای کشورش منظورتون از اشتباه بزرگ اشتباه بزرگ این استش که از سال 1340 به بعد ایشون رفت به طرف حکومت ایدولوژیک اسلامی و این خطای بزرگی بود این خطایی است که بسیاری از روشنفکران دینی کردن و یا اسلامی پیش از انقلاب و بعد چیزی رو که ایشون باید بهتر از ماها میدید در اون زمان به حال سال 1357 ایشون در حدود 70 سالشه یعنی جوان اونطوری نیست که قابل اقماز باشه ایشون به دنبال حکومت اسلامی رفت و چیزی رو که میبایستی میدید این استش که برخلاف جنبه های دموکراتیکی رو که ایشون سالها در درون ملیون براش مبارزه کرده بود آیت الله خمینی برای دموکراسی و حقوق بشر ابدا تره خورد نمیکرد ولی ایشون رفت و بعدم سریع متوجه شد به نظر من شاید فکر می کرد که از اون طریق بتواند ضرب این بنیادگرایی اسلامی رو بگیره که ناموفق بود شاید اصولا هر کسی دیگه ای هم بود نمیتوانست در اون شرایط ویژه این ضرب رو بگیری یعنی کار به جایی کشیده بود که شاید دیر شده بود آیش بازرگان به یک نواندیش مذهبی میراسی به جا گذاشته نظریه های ابراز کرده اندیشه های تازه ای رو مطرح کرده که خود این یک میراس بسیار بزرگه و امروز برای بنده و امثال بنده درس آموزه حالا این اگر لازم باشه میشه در ارتباط به اون اندیشه ایشون صحبت کرد از سیر تحول و قرآن بگیرید تا ذره ای بی انتها تا راه طی شده که سه کتاب مهم در این عرصه داره یک میراث از این نظر برای ما مهمه در حیطه سیاست من بازرگان رو به عنوان سیاستمداری اخلاق‌گرا میشناسم این اخلاقی بودن در سیاست یک میراث بسیار بزرگی است و یک کیمیای کمیابی است که در میان سیاستمداران معاصر ما نمیگم وجود نداره نمیخوام مبالغه بکنم درباره ایشون ولی انصافا یکی از نوادر روزگار ما بوده از این نظر که هموار از آغاز تا پایان بر اساس اخلاق مداری ایشون حرکت کرد یعنی همونجوری که آقای دستمارچی هم گفتن س... انسانی بوده ده. صداقت مدار اخلاق مدار ولی در این حال و دلیل در هر شرایطی و در هر مقطعی که واقعا فکر میکرد که یه چیزی رو باید بگه یا به یک فکر تازه میرسید با شهامت این رو بیان میکرد, از خودشم ای میکرد. در این اینکه این رو در تمجید از مهدی بازرگان گفتن یه نقد اساسی داشتن شما در عین اینکه کارنومهایشون رو بسیار مثبت میدونید و مهدی بازرگان رو به این دلایل ماندگار میدونید نقدی هم بر او دارید یا فکر میکنید که نمیشه واقعا بر کارنامه سیاسی و همینطور تفکرات مهندس بازرگان نقد جدی بله نقد دارم به هر حال بنده خودم که وابسته به همین جریان هستم از به نقد در گفتمانی به تعبیر امروزی ها قطعا نقد دارم و لازم هم باشه خب میشه نقد ها رو مطرح کرد در حیطه اندیشه دینی نقد دارم در نو اندیشه دینی نقد دارم در حیطه سیاست و طبقه نقد شو بگید برای شروع بس که بله در حیطه اندیشه دینی شاید همون نقطه قدرت بازرگان رو از جهت نقطه ضعفش هم میدونست من یک بار با خود ایشون که مصاحبه میکردم مصاحبه گفتگو منم با ایشون چاپ و منتشر شده پرسیدم چگونه شد که شما بحث دین و علم رو مطرح کردید این مسئله دینی این چه خبر شما مطرح بود گفت وقتی که از اروپا برگشتم در اینجا کسروی بود که میداندار بود افکار اندیشاش مطرح بود و ایشون تلاش کرد که نشون بده که بین به صلاح کیش و علم به تعبیر خود ایشون که کس از کسروی به کار میبرد سازگاری وجود نداره و من تلاش کردم که بگم که نه دین و علم با هم سازگاره هر سن دو تا یکی نیستن ولی در این می میتوان این دوتا رو با هم دیگه به صلاح مطرح کرد ایشون در واقع پایه‌گذار دین علمی در ایران است من امروز به عنوان یه نسل بعد که البته تخصص ایشون را هم ندارم ولی از منظری که امروز به مسئله نگاه میکنم معتقد هستم که نه دین را توان علمی کرد نه علم را میتوان دینی کرد این دو حوزه کاملا متفاوته این در حوزه اعتقاداتش در حوزه سیاسی چی نقد آقای دستمال چی رو شما وارد میدونید در مورد پذیرفتن دعوت های اصلا خمینی به نخست وزیری دولت موقت ولی من اون تبصیره آخر ایشون رو بیشتر برجسته می چون تاریخ رو از آخر نمیخونن که تاریخ از اول می نمیسن. خود ایشان ضمن طرح نقدشون منصفانه بله. فرمودن که خب اون شرایط بود اون اوضاع و حوال بود اتفاقا خودش هم اصلا هیچ علاقه به این کار نداشت بیش از همه هم چنان که من در اون کتاب در آزادی هم نوشتم از گفتهای بازرگان خاطرات دیگران و اسنادی که در دسته بیش از همه متحری بوده که اصرار داشته در میان طیف دوستان ایشون تنها کسی که مخالف این کار بود آیت الله طالقانی بود ظاهرا بیشون گفته بود هم اونا رو میشناسم هم شما رو میشناسم شما نپذیرید بسیار خب آقا یه ظریفی نیا من از شما شروع میکنم شما گفتید که مهندس بازرگان تو آخر عمرش باطل اعلام کرد هر چی در گذشته میاندیشید و فکر کرد خیر اون عقیده اون نقد بگید بگی نقد فکر کنم منصفانه تا بگید باطل اعلام کرد اون عقیده بله اون عقیده اساسی که بر اساسش فعالیت سیاسی خودش رو سمت و سودا یعنی اینکه دین برای دنیا هم هست دین برای سیاست برای حکومت برای اقتصاد هم هست اون رو عملا در پایان عمرش مردود دونست حالا کلمش رو آه. البته در مورد این هم کلی بحث هست میشه در ادامه برنامه راجبش صحبت کرد آقای اشکوری اطلاع دارن که, که آقای بازرگان با... بله، در پاسخ به انتقادی که از جانب دوستانشون از جمله که اشکیوری تر شد کلمه تنها رو از عنوان اون مطلب برداشت ولی اجازه بدید به بقیه سوال برسیم حتما این هم بیشتر روش مکس خواهیم اما آقای دستمالچی گفتید که مانس بازرگان ادامه داد افتاد حالا من میتونم تعبیر کنم که افتاد در دام آیت الله خمینی برای تقویت حکومت مذهبی یا به تعبیری تمکین کرد وضع فکر میکنید که میدونست که آیت الله خمینی قصد حکومت مذهبی رو داره با شرایط دهی شست ببینید من فکر میکنم که از, ده... از سال 1340 به بعد مهندس بازرگان از اندیشه های ملی گام به گام فاصله گرفت نه که ببره تا سال 140 ایشون اصلا صحبت حکومت اسلامی نمی کرد بلکه صحبت از میارهای اخلاقی در سیاست میکرد توجه میکنید در نقدش اینها و ایشون از همراه حزب ایران بود بعد توی جب... جبهه ملی بود از طرف دکتر مصدق مأموریت پیدا میکنه برای رئیس هیئت که میشه که برای شرکت شرکت رو خلیات بکنه اینها یعنی <applause> خدمات اینطوری کرده و این خودش کار سیاسی بود اون حرکت ملی کردن صنایع نفت و فعالیت ایشون ایشون بعدا در نهزت مقاومت ملی بعد از کودتا که به وجود میاد و ایشون دبیر شورای این شورای نهزت مقاومت ملی هست در اونجا ابدا مسئله مذهبی مطرح نیست با تشکیل نهزت آزادی از سال 1340 چه. به بعد که قبل از اون مهندس بازرگان حتی در تیر 1339 جبهه ملی دوم رو با کمک سنجابی اینها درست میکنه بازم مسئله مذهبی نیست ابتدا بعد از جریان در... با تشکیل نهزت آزادی جمعه های مذهبی سیاسی دکتر بازرگان برجسته میشه در بیصد و ایدولوژی هست که مهندس بازرگان برای اولین بار صحبت از اسلام به عنوان ایدولوژی حکومت میکنه و میگه تنها قانونگذار در جامعه الله و نه مردم و نه شاه و نه هیچ کسی دیگه قانونگذاری نداره و اگر امامی هست فقیهی مشتهدی هست امامی هست که عادل هست و قوانین الهی رو اجرا میکنه در نتیجه همه باید اطاعت بکنه ولی این این بزرگان... اجازه بدیم الان صورت هم میشه و این یعنی نقض اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش آن چیزی رو که مهندس بازرگان پیش از این سالها در جنبش ملی ایران در ادامه مشروطیت قوای حکومت ناشی از ملت است دنبال میکرد مطالبی که آقای دستما چی فرمودن درباره بهثت ایدولوژی من حقیقتش اینه که چون تازگی ها نخوندم یه خورده تردید دارم که بازرگان در اونجا اندیشه سیاسی رو به این شکل بیان کرده باشه که حاکمیت مثلا الله همه باید تسلیم باشیم غیر از اون چیز دیگری نیست به این شکل ایشان تقریر کردن من رد نمی ولی بعید به این شکل در باشم. و ایدولوژی از اونجا که من به تازگی نگاه کردم برای این برنامه میتونم بگم که مهدی بازرگان بحث هیئت علما رو طرح می کنه و میگه که درست این هست از نظر احکام اسلامی و همینطور از نگاه سیاسی مهندس بازرگان که یک هیئت علما تشکیل بشه که بر قوانین نظارت داشته باشه و حتی میگه این هیئت علما حق نسخ قوانین رو هم خواهد داشت درسته. این تقریبا مشابه اون هیئت علمایی بود که در دوره مشروطیه در دوره مشروطیت بعد بعد شد شورای نگهبان پس این در واقع عنصر قوی اسلام اما به آقای برازنده نرسیدیم هر کدوم هم. از اینا جزئیات داره که میدونم در طول برنامه داره. فرصت داره. خواهید کرد داره. که طرح کنید من سوالم رو باقای اسکوادی میخواستم یکم بحث به عقبتر برگردونم زمان تشکیل نهضت آزادی و در واقع انشعاب از جبهه ملی که تو مرامنامه حزب صحبت از شکایت از تفرق تاریخی ایرانیان به علت سابقه دیرینه خودکامگی در ایران داره و اینجا خب اولاً که به نظر میرسه که این ادامه مشی این تفرق انشعاب از جبهه ملی با توجه به اشتراکات عقیدتی و سابقه همکاری که داشتن و اینکه از سال چهل تا چهل و سه خب میبینی که این همکاری با روحانیت وجود داره ولی در بزنگاه های تاریخی عملاً مقابل جبهه ملی قرار می گرن. هم در حمایتشون از آیت الله خمینی هم در حالا سالهای منتهی به انقلاب که حالا مجلسون پشت کردن به شاپور بختیار در واقع آره دیگه زمانی که هم هم شاپور بختیار خب در واقع وزارت خونه ایران برای اعضای نهضت آزادی در نظر گرفته بود و همین که خب سعی و تلاش داشت که از طریق خب خیلی ها و همینطور بازرگان هم با آیت الله خمینی ارتباط برقرار کنند ولی با توجه به اشتراکات نظری و میگم سابقه همکاری که با جبهه ملی داشتن اینجا کاملا برخلاف جبهه ملی یعنی مهندس بازرگان خیلی خلاصه بخوایم بگیم در دو مقطع کمر حرکت ملی رو شکست این البته نقدی هست که میلیون سکولار وارد میزونن این بیان ام. اونهاست، هاست ولی در اوایل دهه چل از جبهه ملی جدا شد و این باعث شد جبهه ملی تضعیف بشه و در 1356 و 7 عملا با میلیونی مثل دکتر مختیار کنار نیومد این... ببینید این جوری که قبلا اشاره کردم از الان با منظر امروز وقتی به غذا یا نگاه میکنیم خب ممکن یه جور ببینیم ولی خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم که نمیتونیم بدیم ولی بر اساس اسناد و شواهد و مدارک میتونیم حرف بزنیم بنده که این الان عنوان بله. سخنگوی بازرگان یا به عنوان نهزت آزادی حرف نمیزنم یا خودم اون زمان نبودم که اطلاعات شخصی در خدمت شما بذارم ولی در حدی که خوندیم و نوشتیم و مطالعه کردیم و شنیدیم از این طیف دوستان شفاهی یا آثار مکتوب خوندیم واقعیتش اینه که در اون زمان در این جبهه ای ملی دو گرایش به اصطلاح وجود داشته یک کسانی که به اصطلاح مذهبی بودن به معنی متشره کلمه اعضای دیگر جبهه ملی هم که مخالف دخالت دین در سیاست بودن اونها هم عمدتا مذهبی بودن خیلی هاشون نمازخون بودن ولی سکولار سیاسی, سکولار بودن. سیاسی بودن یعنی به این معنا که معتقد به اسلام سیاسی به تعبیر امروز به صلاح نبودن تو اسلام سیاسی الان به صورت دشنام مطرح میشه اون در اون زمان یک امتیاز تلقی میشد برای من. یک نیروی مذهبی یک طلبه روحانی بنابراین با توجه به اون زمان داریم اگر بخوام صحبت بکنیم در اون زمان اینها نیروی بودن در درون خودشون کشمکش وجود داشت که حالا این نیاز به بحث و فصل مفصلتری داره که سرانجام احساس کردن که باید یک نیروی به مذهبی مستقل تشکیل بدن با ایدئولوژی خودشون با تفکر و با اندیشه‌های خودشون که با اونها متمایز بودن اگر بنا این باشه که بگیم یک نیروی از دیگر جدا شد لزوماً به اصطلاح کمر اونها رو شکست یا اونها رو تضعیف کرد این اینجوری نیست یا خلاف ایده ایشون که گفته که باید جمع بود و خود ایشون تفرقه گرا شد اینطوری نیست همینجا میخوام به اون نکته که قبلا اشاره خواستم بکنم و فرصت نشد الان اشاره میکنم با این رو فراموش نکنیم بازرگان دکتر صحابی طالقانی نسل مشروطه در دوره مشروطه اینها حیات نداشت البته دکتر صحابی یک سال پیش از مشروطه به دنیا آمده بازرگان یک سال بعد و طالقان یک سال بعد از اون ولی اینا میراثدار مشروطه بودن اینها میخواستن که روحانیون بیان به میدان و به عرصه سیاست به خاطر اینکه الگویی که اینا در برابر خودشون داشتن الگو مشروطه بود ببینید این خیلی مهمه که مسئله همکاری مهندس بازرگان با میلیون جپه ملی و بعد تشکیل نهضت آزادی بعد ببینیم چه تغییر فکری سیاسی انجام گرفته ببینید میلیون ایران خودشون رو پیروان جنبش مشروطیت میدونستند جنبشی که مدلش انقلاب فرانسه است اومده در یک انقلاب حق حاکمیت رو از شیخ و شاه گرفته داده به ملت برای اولین بار در تاریخ و جنبش مشروطیت مشروط،, مشروط کرده به قانونی که منتج از اراده ملتی که در پارلمان قانونگذاری میکنه برای همینه به نظر من تا اونجایی که مهندس بازرگان در این بستر عمل میکنه هنوز در شارشوبی عمل میکنه که مربوط به جنبش مشروطه میشه و پیرو قوای و حکومت ناشی از ملته با رفتن به طرف نهست آزادی و پای گذاری نهست آزادی و مهندس بازرگان از رهبران نهست آزادی بود و ایدولوگ نهست آزادی بود و شاید یکی از دلایلی که نهست آزادی یا دکتر مهندس بازرگان احساس میکنند که احتیاج به یک ایدولوگی دارند دورانی است که در دنیا حکومت‌هایی به وجود اومده که دارای ایدولوژی هستند یا در خود ایران در برابرشون جریانات چپ رو می‌بینن با جریانات ایدولوژی که جهانبینی‌های منسجم بسیار قوی و این رو میخوان از یه طرف در رابطه با روحانیت سنتگرا یا مرتجع هر چی که حالا اسمش باشه این رو یه مقداری علمیش بکنن و یه مقدار هم یک جهانبینی مدرن و به نظر من خطای مهندس بازرگان در اینجا آنچه را که من بعدا میگم در رابطه با بعثت و ایدولوژی انجام میگیره برای جنبش سیاسی جریان مذهبی یک ایدولوژی درست میکنه و گام هایی رو برمی داره که آیتول... یعنی چند گام بعد اون طرف دارش آیت الله با ولایت فقیه برای اینکه ایشون همین که شما قوای حکومت ناشی از ملت هست رو بردارید و منتج به یک حالا هر چیز بر فراز انسان بکنید شما پایه های یک نظام توتالیته رو میذارید و مهندس بازرگان در رابطه با این ایدولوژی و قوانین الهی با کمک گرفتن از بحث های مربوط به تاریخ که کپی از شپی ها کرده از اندیش های مارکس کرده که اون زمان در ایران هم بسیار مد شده بود با توضیح اینکه گویا تاریخ قانونمندی خودش رو داره که به نظر من تاریخ قانونمندی نداره بله. تاریخ مندی تاریخ اگه برگردیم به اصل صحبتتون موضوع اینه که عملا زمینی اون چیزی رو فراهم آورد که آیت الله خمینی اسم ولایت فقیه برش گذاشت نمیتونم بگم که ایشون فراهم آورد آیت الله خمینی موازی با ایشون قبلا آورده بود ایشون آ... احتمالا ولی ممکنه بلی... تحت تاثیر اندیشه آیت الله خمینی هم قرار گرفتن ولی توجه بکنید مهن... که موقعی نم... که ولی مهندس بازرگان ولی خم... مهندس بازرگان در همون کتاب به صد ایدئولوژی یه جایی میگه که حتی روحانیون هم احتیاج به نظارت دارن و این نظارت رو نظارت مردمی مینامه یعنی این نوعی دموکراسی هست که نمیشه گفت که منظورم اینه که مهندس بازرگان در همون به و ایدئولوژی قدرت کامل رو به روحانیون نمیده میگه بر اونها هم باید نظارت بشه و این نظارت نظارت مردمی است از طریق انتخابات ولی این رابطه به, دموق... ربطی به دموق... نظارت مردمی الزاما ربط یک یک از جریان کنترل حکومتگرا اصل اساسی دموکراسی به روی قوای حکومت ناشی از ملت یعنی قانونگذاری برتر از انسان که به نماینده های خودش میده نیست شما به مجردی که اینو نقض بکنی هر نوع دیگه بذاری به این دموکراسی های مدرن به این جامعه باز نخواهی رسید این تاریخ صد ساله حداقل اخیره من ایرادم به مهندس بازرگان در مثلا کتاب هایی که توضیحی که کوشش میکرد از نظر علمی در رابطه با مسئله دینی به دو اینا نیست و یا اینکه مثلا یک جریان سیاسی درست بکنه که دارای فرهنگ عمدتا اسلامی باشه به با اونم اشکال نمیکردم چرا نمیگیرم شما نگاه کنید در آلمان حزب دموکرات مسیحی حزب سوسیال مسیحی هست ولی حزب دموکرات مسیحی و یا حزب سوسیال مسیحی نیومده ایدولوژی مسیحیت رو وارد ایدولوژی حکومت بکنه در نتیجه باید مردم آلمان طبق این ایدولوژی عمل بکنه بله. که بر فراز قانون اصولی سوال داشتن شما داشتید در بازه تاریخی سالها بعد از اینکه بازرگان به نخست وزیر سیبو صحبت می‌کردید ولی تو حوزه عمل نشون بازرگان جلوی این تمامیت خواهی روحانیت استاد حتی به قدرت رسیدنش هم مشروط کرده بود حالا مشروط کردنش به نوعی جلی روحانیت ایستاد به نظرم حتی مانند آنها نه حریص قدرت بود نه به قدرت رسیدن در در قدرت ماندن حرف شما درسته به همین دلیل من میگم که این قسمت هاشو جز نقاط مثبت ایشون میدونم ایشون رفت میدونید اما ایش... چه باید میکرد اگر نمیکرد اگر نخواست قبول نمیکرد چه باید میکرد در برای من... مسئولیت تاریخی که جز جز او کسی نبود به نظر من که در اون موقعیت وجه باشه و به نظر من بره. به نظر من اولا تناسب قوا و قدرت آیت الله خمینی ای طوری بود که کسی نمیتونست کاری بکنه برای اینکه ایشون و... نخست وزیر کشور بود ولی عملا شورای انقلاب و آیت الله خمینی و کمیتا و اینا تصمیم میگرفتن و اعتراض ایشون باید به این مسئله این زرافت این مسئله توجه داشت اعتراض ایشون به خودسری و غیرقانونی عمل کردن شورای انقلاب و کمیته ها و اینا بود و میگفت من نهاد قانونی هم درست نمیگفت ایشون ولی اشکالش به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نبود بعد ها انتخاب کرد بعدها ها حرفی رو که ایشون میزنه تاریخ از ولایت فقیه شما دارید سالها ها بعد در در ولایت فقیه قضاوت میکنید اون موقع ولایت فقیه به معنای امروزی کلمه که دارید قضاوت میکنید نظرش بوده. بود. چرا نظرش بود آیت الله خمینی در سال از فکر کنم حد اکثر کتاب ولایت فقیهش بود و مهندس بازرگان حتما اون رو خونده بود, و در, بود, و, در بود و در اونجا و در اونجا میگه که اصلا هیچ کسی حتی رأی محمد هم رأی حضرت محمد هم آیت الله خمینی میگه میگه حتی رأی حضرت محمد هم در حکومت اسلامی دخیل نیست چرا برای اینکه همه چیز از پیش تعیین شده و الله قرآن رو داریم سنت رو داریم فلان داریم بقیه‌اش هم متعین شده نظرشون این چیه ببینید به نظر من یه خورده مسائل با هم خرد میشه بازرگان از اول تا آخر هیچگاه به حکومت تئوکراتیک اعتقاد نداشت با حاکمیت ملی اعتقاد داشت به مفهومی که در مشروطه بود مدت دقت بکنیم این تناقضی که دید. این استخوانی لای زخمی که من م... میگم همیشه در خود مشروطه وجود داشت میراثداران شما رو به ارث برده بودن در مشروطه ناینی نا مسئله ای که مطرح کرد گفت که مجلس در ارتباط با شهر مطرح کرد که حق وضع قوانین خلاف شر بیین را ندارد حالا شر بیین چیه خب یه بحث فقهیه که حالا خودشم خود روشن نیست ولی یه بحث فقهیه نه اینکه قوانینی که مجلس میگذاره یا تصمیمایی که دولت میگیره باید متخذ از شر باشه یعنی شر مبنای قانونگذاری نیست اما مجلس باید خلاف شر تصویب نکنه اونچه که در بیسات ایدئولوژی بازرگان گفته که شما روایت کردید که علما باشن همون چیزی که مشروطه نوشته شده بود درسته حالا خوب یا بد من کار ندارم طبعا اشکالی وجود داشت که علما نظارت حق به تو داشت و این کار خلاف دموکراتیکه ولی دموکراسی که بنده و آقای دستمارچی و شما و دوستان امروز داریم صحبت میکنیم 106 سال بعد از مشروطه 134 سال سال بعد از انقلاب نمیدونم که 17 تا 18 سال بعد از فوت بازرگان داریم صحبت میکنیم یک دموکراسی تمام ایار کامل عرفی این چنین شکل نه در مشروطه مطرح بود نه در انقلاب اسلامی مطرح بود و حتی در ذهن کسانی مثل بازرگان و صحابیا و امثال این حرفا می تناقض وجود داشت یعنی از یک سو یک دموکراسی کاملا تمام ایار هنوز شکل بود در ذهن خود این بزرگواران چون من هم خب بلاخره سی سال که با این دوستان ارتباط داشتم صحبت ها و گفتگوهای شخصی هم داشتم و بنابراین خب این رو متوجه هم و از طرف دیگر هم در خود جمهوری اسلامی هم اینجور بود اینکه گفته میشه چرا با آقای خمینی همراهی کرد سال 41 خمینی سال 41 42 با خمینی سال 48 ولایت فقیه با هم متفاوته ولایت فقیه هم کتابی بود که بسیاری نخونده بودن و در انقلاب هم بازرگان و صحابی ها از آیت الله خمینی دفاع کردن حمایت کردن نه به دلیل که به ولایت اعتقاد داشتن فکر میکردن که این انقلاب داره به تدریج به سوی دموکراسی داره میره حالا این اشکالات و اینها برطرف میشه بله برزنده در دیدگاه آقای بازرگان منبع مشروعیت،, مشروعیت, سیاسی در واقع از کجا برمیخواسته اگر از قانونی که قانون اساسی که توسط دولت ملی تصویب شده که اگر طبق این بخوایم در نظر بگیریم دولت بختیار دولت قانونی بود و با پیوستن به آیت الله خمینی در واقع نقض قانون کردن که خب... خصوص از این جهت مهمه که در تمام دوران سلطنت در این اینکه موازه نهضت آزادی یه مقدار رادیکال تر شد اصرار بر قانونگرایی یه عنصر مهم حرکت نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان بود ولی یه جایی گویی همه اینها درست. به هوا رفت بله. حتی در سال پنجاه بازرگان توی دادگاه خود خوشدار میده به پادشاه که ما همچنان گروهی هستیم که در چارچوب قانون اساسی آخرین داریم گروه آخرین گروهی هستیم که بله خب درسته. من تن جواب معقولی که بر این دارم این است که دیگه انقلاب شده مردم تو کوچه خیابان رژیم رو ملغا کردن در هیچ کجای تاریخ وقتی رژیم ملغا میشه دیگه قانون اساسیش مشروعیت نداره در زمانی را که وقتی دوستان جبهه ملی آقای بختیار ایشون رو از جبهه ملی اخراج کردن شما توقع دارید مهندس بازرگانی که به انقلاب ایران اعتقاد داره با آیت الله خمینی رفته به صلاح قول قرار گذاشته یا همراهی کرده شورای انقلاب تشکیل داده وقت توقع دارید که دوباره بختیار حمایت کنه بختیار در اون موقع چه مشروعیتی داشت چه مقبولیتی داشت در جامعه تا آقای بختیار آقای بازرگان اصلا توقع داشت باشیم بیاد ایشون اجرا بکنه بنابراین وقتی انقلاب قانون اساسی رژیم مشروطه رو در اون مقطع به نظر من ملقا کرده بنابراین دیگه اعتبار مردمی نداشت تا اینکه فقط این یه برخورد شکلی فرمالیستیه که فقط بگیم چون این قانون اساسی رو کاغذ مونده بود پس بنابر این میبایست که مثلا بازرگان به جای رهبر انقلاب بره مثلا رهبر یک آدم معذولی که هیچ پایگاهی نداره در اونها که این نقد رو طرح میکنن داری داری میگن آقای بله. دستباشی بسیار دست. مهم نافته است اونم است که مهندس بازرگان که آدم قانون مداری بود و معتدل بود و خواهان این بود که دستگاه سلطنت در چارچوب قانون عمل بکنه چگونه سر و زنگاه خودش قانون رو زیر پا میذاره و میره یه کار دیگه میکنه یعنی مسئله فرمالیستی نیست من فکر میکنم که مهندس بازرگان در اینجا همون خطایی رو میکنه که بخشی از میلیون کردن و رفتن با آیت الله خمینی زیر حکومت اسلامی رو امضا کردن رهبران سیاسی باید بدونن انگیزه شما صحبتتون در مورد انگیزه این بزرگان من در انگیزه شون یک ذره هم شک ندارم همه با انگیزه های خوب عمل میکنن ولی سیاست مدار نمیتواند پیامد های کارش رو با انگیزه خوبش توجیه کنه. من فکر نمیکنم که آیت الله خلخالی در اونجا فکر میکرده که من اگر بیام اینا رو عمر بزنم، 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 رو بزنم گردنشون رو بزنم دستشون رو بزنم جامعه رو بزنم در به داغون کنم اینطوری فکر نمیکرده فکر می کرده آقا گردن اینو میزنه دست اونم میزنه پای اونم میبره جامعه میشه اسلامی مامانی خیلی خوب دیگه مشکلی نریم در نتیجه قضاوت روی اه اه پیامت های کار یک سیاست مدار نه بر اساس انگیزه های خوب شما می توانید با انگیزه های خوب راه جهنم باز کنید برید ولی با انگیزه های خوب تمام دیکتاتور را چنین کردن اجازه تا سوال از اول از شما می پرسم یکی نقل که آیت الله طالقانی <تصفح> به مهندس بازایگان انتقاد کرد که چرا پذیرفتی پیشنهاد هم لباس های من و برای حکومت این چنین چیزی آیا سه درسته من خودم از آقای دکتر یزدی شنیدم دوستان دیگه شنیدم تنها کسی که در میان طیف یاران یعنی یا خود مسئولان انقلاب روحانی غیر روحانی و در میان طیف نهضت آزادی تنها کسی که مخالفت کرد و بازگان توصیه کرد نپذیر این کار رو آقای طالقانی بود و بیش از همه پیشنهاد دهنده آقای متحری بود و بعدم خود آقای دکتر یزدی هم که خودش هم گفته بعد خودشون نوشته منتشرم کرده ایشون اصرار داشت که باید بازرگان بشه و اگر بازرگان فرض کنه در اون موقع نخواست وزیر نشه نمیدونم چه چنان خواهد شد طبق تحلیلی که خودشون داشت بنابراین این که گفته شده ولی اونچه که نقل شده من باز این رو بر نقل میگم اون چنان که نقل شده و فکر می در اون کتاب تکاوی آزادی هم نوشته باشم که آقای طالقانی به صورت سربسته بهش گفته بوده که اینا رو میشناسم شما رو هم میشناسم شما نمیتونی با اینا کار کنی اون چیزی که طالقانی از نقل شده اینه دیگه بیش از این من چیزی نمیدونم چون نقل قول دیگه هم هست که دی... بعد از دیدار نوفل شاتو آقای بازرگان به آقای تغیب که تو لندن بود میگوتش که آیت الله خمینی رو آریا مهری دیدم با لباس روحانیت روحانیت یعنی یعنی میدونسته بعد... علی رغم این پذیرفته سوال شما اینه دیگه آره آره ببینید بب... عرض میکنم ببینیم توی با واقعیت تاریخی نگاه کنیم بنده و شما در زمان خودم همینجوری عمل میکنیم دیگه با یه نفر میخوام کار کنیم با یه نفر میخوام راه بریم با یه نفر میخوام حزب تشکیل بدیم خب نگاه میکنیم ببینید نقطه ضعفی داره قدرتی داره اینجاش قبول داریم اینجاش قبول نه در نهایت میگیم آره یا نه توجه میکنید ایشون هم به عنوان یه سیاستمدار فرمایشی که دستمونش کاملا درسته انسان پیامد اعمال خودش رو باید در نظر بگیره واسه شما باید بپذیره من منظور من مثلا بی ای بودن و بی اشکال بودن یا درست بودن لزوما این نیست من تحلیل میکنم که با توجه تو بستر تاریخی سوال اینه که چرا این کار کاری دیگه ما در باره چرایی این بله بله می توانید بله بکنه بجاز... اجازه, اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید به جای مکس زیاده از حد روی این مقطع تاریخی یعنی قبول پست نخست وزیری دولت موقت یه مقدار قبل و بعدش رو مد نظر قرار بدیم به خصوص قبلش این دلیل که شاید اون زمینه پذیرش پیشنهاد آیت, خمی... آیت الله خمینی رو فراهم کرده مهندس بازرگان و نهزت آزادی در دهی چهل در مخالفت با حق رعی زنان در کنار روحانیت قرار گرفت و علیه نظام سلطنتی این و اینجور جور چیزها یا زمینه حرکتی که بعدا در انقلاب از خودش نشون داد رو فراهم نمی‌کرد ولی بله همینطوره البته اینجا باز دیدگاه شخصی بازرگان رو با مجموعه نهضت آزادی فراموش نکنید نباید گرفت بله. آقای طالقانی فرض کنید در بعضی زمینه ها مدرن‌تر از بله. آقای بازرگان بود بله بله, بله. اگه برای شخص آقای بازرگان صحبت بکنیم بله قطعا یعنی قطعا این کردار و رفتاری که بازرگان نهضت آزادگانی طالقانی مجاهدین شریعتی و بسیاری دیگه کردن زمین وارد بعدی شد و حالا جنبه مثبت یا منفی حالا بعد از سی سال وقتی بر میگردیم میبینیم که خیلی خوب این کار کردیم اشتباه بوده اگر اینجوری میکردیم بهتر بود همه اینا من هیچ خوب مخالفت ندارم به همین دلیل بنده خودم به عنوان یکی از اعضای کوچک مجموعه این که این مجموعه که سی سال پیش از انقلاب بودم و روحانی مبارز بودم و بعد از این خودم هم در طول این سی سال مرتب و عوض شدم نسبت به گذشته خودم منتقل شدم اتفاقا بازرگان یک از حسنههاش و یکی از میراثاش که امروز میتونیم ازش به ارث ببریم و بیاموزیم همینه که از خودش نقد میکنه و وقتی نه. میگه با باران خواستیم سیل آمد و یا تو نوشته هاش و گفته مرتب همین کار رو میکنه ولایت فقیر رو نقد میکنه امثال این هم منتقد میشه در واقع نوعی انتقادی از گذشته خودش هم هست منطقه من حرفم اینه که در اون زمان تصورشون این بود که این انقلاب که بوجود وجود آمده با اصل انقلاب موافق بودن اینکه با روحانیت هم کاری میکنن برای اینکه با اصل انقلاب و الغای رژی موافق بودن بله. قبل از 22 خرداد معذرت میخوام در سال در شهریور نهضت آزادی اطلاعی میده از شاه باید برود وقتی که در شهریور نهضت آزادی بازرگان به این نتیجه شاه باید برود تو بیست که دیگه نمیتونن قانون اساسی شهر بختیاره رو به رسمیت نشناسن که. آیه برازنده. به نظرتون این مش انقلابیگری و آزادی در واقع از،, از،, از چه دوره شروع میشه؟ از اوایل دهه 40. از اوایل دهه 40 ولی هنوز چل. چل تا سال 50 تاکید میکنن به مبارزه در چارچوب قانون اساسی آره، ولی از شروع از میشه؟ از ولی سال 50, 51 بعد از مبارزات مسلحانه و خاص شدن اوضاع و اونم در واقع مسئولیت اصلیش خود شاهه با و بازرگان اون جمله معروفو گفت دیگه یه خبرنگار بله. خارجیش سوال میکنه سال 57 رهبر انقلاب کیه شما هستید یا نمیدونم سنجابیه یا فروهره و ایشون میگه هیچ کدوم از ما نیستیم انقلاب دو تا رهبر بیشتر نداره سلبی و ایجابی بله. رهبر بله. سلبی خود شاهه که این کارایی که کرده مملکت به اینجا رسیده و انقلاب شده و رهبر اثباتی هم الله خمینیه ما هیچ رهبر انقلاب نیستی بله <تصفح> ببینید من در رابطه با اینکه مثلا یک حرکت سیاسی رادیکال شده یا نشده اینا زیاد مشکلی ندارم برای اینکه خب شما ببینید مثلا جنبش سیاپوسا در امریکا اگر رادیکال نمی‌شد به حقوق شهروندیش نمی‌رسید و یا انقلاب فرانسه با رادیکالیسم خودشه که برای اولین بار حق حاکمیت ملت بر سر خودش رو و انسان رو میاره میذاره موضوع اساسی سیاست و از از, از حاملان سنتی تاریخ اون یعنی کلیسا و سلطنت سلب حاکمیت میکنه یعنی شما میتوانید حتی برای اهداف اه اه اگر درست حالا درست اینکه که چه هست میشه روش بحث کرد شما میتونید رادیکال هم بشید چیزی که مهم هست و رادیکال شدن نهزت که یه طرفش واقعیت رادیکال شد تحت احتمالا تاثیر جنبش های خود درون ایران و تحت تاثیر انقلابات کوبا و الجزایر و چین و ویتنام و غیره رادیکال شدن و بسیاری از افراد رفتن اصلا در فلسطین و الجزایر حتی افراد نهزت آزادی رفتن چیزی که مهمه اینه که شما برای چه اهدافی مبارزه میکنی به نظر من جنبش مشروطه ایران قهرامیز مسلحانه مبارزه کرد برای به کرسی نشوندن حق حاکمیت ملت و از شاه و شیخ گرفت گذاشت درسته که در بعد دستگاه سلطنت این قانون و این حق حاکمیت رو عملا رعایت نکرد ولی یک اتفاق تاریخی مهم در ایران افتاده بود که شاه و شیخ قوای حکومت ناشی از این دوتا دیگه نبود بلکه از ملت بود در نتیجه این هدف تعیین کننده است و مهمه اتفاقی که در رابطه با انقلاب اسلامی افتاد همه میدیدن مهندس بازرگان به نظر من باید میدید احتمالا و دیده بود برای اینکه خودش هم دیگه تمایل به اون طرف داشت گفتم در بیست و ایدولوژی و بله. توجیه بله. حقانیت صد درصد قوانین الهی از طریق قانون طبیعی و غیره اینا که ولی البته ده ده گفتن این که مهندس بازرگان میخواست قوانین الهی بر سیاست مستولی بشه یه مقدار ساده انگاری نیست بگم نه درسته. که درسته من میخوام بگم, ایشونو... بگم که وقتی که مهندس بازرگان در بعثت و ایدولوژی از شورای علما دفاع میکنه در همون کتاب میگه و این چیزی که هنوز هم خیلی نمیتونن بگن میگه که کشورگشایی مسلمانان با شمشیر کار اشتباهی بود okay. فتوحات مسلمانان رو زیر سوال به این دلیل که میگه با شمشیر نباید اسلام رو گسترش داد okay. این تقریب تمام اون فتوحاتی که مسلمانان در دوری خلفا داشتن رو زیر سوال به دلیل اینکه اصولا آدم سولگرایی اینها هم باید این دید دیگه حتما حرف شما درسته من میخوام از صحبت ایشون شروع بکنم که مهندس بازرگان خواهان حکومت فقه ها نبود درسته این خواهان حاکمیت فقه نبود درسته ولی صحبت از حکومت اسلامی میکرد که معلوم نبودم چی هست و خوشم توضیح نداد ولی راه رو آماده میکرد برای کسانی که اومد ولایت فقیه میخواستن و راه رو آماده میکرد برای کسانی که یکی دو سال بعد شروع کردن به گفتن مرگ بر بازرگان همکاران ما یک نسخه میشه گفت نه با کیفیت چندان خوب از یکی از جلسات مجلس دارن اندکی بعد از این که چند سالی بعد از اینکه مهندس بازرگان دیگه نخست وزیر نبود، نطق پیش از دستور مجلس در سال 62 サミーもね。れ。 ب... من. بله در این جلسه مجلس مرگ بر بازرگان میگن و به سمت بازرگان حمله ور میشن آیا این سیر بود که مهندس بازرگان رو به اینجا رسوند که دین برای دنیا نیومده بلکه برای آخرت قطعا تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی برای بازرگان مهم بوده و شاید بازرگان و طیف نزدت آزادی از اولین گروه هایی بودن که متوجه شدن که باران میخواستن سیل آمد و این رو خودشون به یه شکلی از خودشون انتقاد کردن اما در این حال من در ارتباط با اون مطالبی که در مقدمه فرمودید های زرفینی هم بهش اشاره کرد با اون با اون بیانی که شما بیان کردید من خیلی موافق نیستم که ایشون به صلاح مهر بر اونها کشید و اینها چون من خودم گفته حضوری باشون داشتم تو جلسه که همین کتابیشون مورد نقد و بررسی قرار گرفت ایشون میگفت من من حرفای گذاشتم و تغییر ندادم نسخه نهایی که از این خطاب در اومد کماکان اصرار داشت بر اینکه دین برای دنیا نیست ببینید ایشون تناقضی ندید نمیدید بنده و یا امثال بنده که منتقد ایشون بودیم شما تناقض... گفتیم تناقض میدیدیم واقعیتش این است که آقای مهندس بازرگان چی در گفته و واسه شکلی نوشته یه تناقضایی وجود داشت که تا آخر برای منم حل نشد ولی بله خود ایشون مدعی بود که نه من اونچه که قبلا گفتم اون رو پس نگرفتم فقط با توجه به شرایط اوضاع و حوال امروز اما میگم شما معتقد هستید که پس گرفت بله نه در... بله. یعنی در واقع حرف اف اندیشای گذشته رو میشه باید گفت که منصفانه باشه تا حدودی تعدیل کرد یعنی اون اسلام رادیکال انقلابی که در دوره انقلاب ازش صحبت میکرد در اونم در یه مقطعی معینی از بعثت ایدئولوژی تا دوره انقلاب حدود 10 سالش صحبت میکرد اون رو بله اون رو تا حدودی از اون عدول کرد نه تنها این بلکه در اون خطابه میگه که اسلام حکومت که به کنار اسلام برای سیاست هم نیومده و این حرفی بود که البته در اون موقع بسیار سنگین بود و برای همین بود که بعضی از دوستان و اطرافیانش از جمله شما نقل نوشتید و ناچار شد کلمه ده... اصلا برای آخرت ما میگیم بله. دین برای همین دنیاست من اصلا با ادعای موافق نیستم که دین برای همین دنیاست ولی این معنیش این نیست که دین باید حکومت کنه دینداران حق ویژه دارن بله. حکومت دموکراتیک قانون دموکراتیک بنده از نظر با آقای و همه دوستان بله. هیچ توا... خب اختلافی ندارم ولی این که بگیم دین برای آخرت هست یا فقط برای آخرت هست نه من میگم دین همین دنیا باید عامل نجات من باشه بله این یه خورده شاید کشتابی زبان و یه خورده شاید مثلا بدفهمی مفاهیم باشه و شاید هم باشه. تلخامی ناشی از تجربی بود که در جمهوری اسلامی داشت, 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 داشت دینی د... دین که به این دنیا نخوره به درد اون دنیا نمیخوره من, نمی من از شما دات شروع کنم بازرگان دهه 40 که گفتید مخالفت کرد با حق رای زنان بازرگان دهی پنجاه، سال پنجاه، پنجاه از مخالفین حجاب اجباری بود بله یکی <applause> از اولین درسته و میتونم از طرف حقوق زنان بود بله درسته و این تناقضایی رو نشون میده در اندیشه مهندس بازرگان مثلا در چون اینکه گفتن و فکر میکنم در اون کتاب نوشتم از قول همین دوستان نهزت آزادی در سال چهل وقتی نهزت آزادی تشکیل شد بعضی ها پیشنهاد کردن که در شورای مرکزی زن هم باشه آقای طالقانی مدافع این بود ولی آقای بازرگان مخالف این بود چرا؟ نمیدونم ولی به این چیزی بودی که وجود داشت اجازه بدید آقای اجازه آقای... در رابطه با همین سال 1342 میخوام بگم که شاید دفاع از مهندس بازرگان نیست ولی شاید خطای ایشون رو در اون زمان که خطای بسیار بزرگیه به نظر من سر مسئله حق رأی زن و اینا تعدیل میکنه به این معنا که تقریبا مجموعه نیروهای سیاسی اون زمان سکوت کردن تنها یا مخالفت جر... کردن با اصلاحاتی که بله تنها جریانی که به این خاص آیت الله خمینی در رابطه با رد اصلاحات ارزی که کار بسیار خوبی حالا کی میکنه مهم نیست و یا مسئله حق رای انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان رادیوی پیک ایران حزب توده بود اعتراض کرد ولی فردا پس گرفت فرداش پس گرفت از اون زمان به بعد با این افکار ارتجایی چه در زمین ولایت فقی چه در رابطه با مسئله زنان و غیره که اصلا آزادی زنان فحشا میاره در ایران حرف آیت الله خمینی تقریبا از نهزت آزادی گرفته تا میلیون تا نیروهای دیگه از آیت الله خمینی به عنوان رهبر مبارزات ضد امپریالیسم و دموکراسی که غیر صحبت می‌کردن که اصلا با یک سر سوزن واقعیت نداره. از سوالی از آقای برازنده بگیریم. هم زمانی که شما دارید مثلا اولین باری که در حین سکوت همه جریانات سیاسی نزد آزدی حمایت میکنه از آیت الله خمینی فکر میکنیم بیشتر به عقاید و یعنی اشتراکات عقیدتی برمیگرده یا فکر میکنیم بیشتر یه در واقع سیاسی بود خیلی مشکل پاسخ دادن من در این زمین فکر نکردم ولی موقع که مهندس بازرگان رو میبینم در نهزت ملی که از جنبش مشروطیت نشند گرفته و خواهان تصاوی حقوقی همه در برابر قانون هست و قانون اساسی مشروطیت این رو میده خب حرکت ایشون رو در رابطه با حرفای آیت الله خمینی واقعا نمیفهمم که اون همراهی با میلیون در که روشن جنبش مشروطه چی میگه و این دفاع از های ارتجایی ایشون به همین دلیل این یک واقعیته که بسیاری از مطالب رو شما میتونید بیارید که واقعا متضاد 100 درصد هستن و یا نمیدونم کوشش درجهت این که در جهت اینکه شما بیایید در دنیای امروز پاک بودن آب کر رو با مثلا فیزیک و مکانیک و اینا توضیح بدی اصلا خب خنده داره ولی خب ایشون به قول آقای اشکوری میخواسته میان علم و دین یک نزدیکی به ولی در ما... ناشی از این بوده که نگاه علمی مهندس این نگاه پوزیتیویستی یا اثباتگرایانه بود فهمت از فهمت اون سو نگاهش به احکام هم نسبتاً در واقع خیلی فقاهتی بوده دیگه دلوقتي دلوقتي احکام رو نگاه کنیم اون بیانیه سال 53 در حمایت از روحانیت و مسئله لوای شیش سال این حرفا اگر به نگاه کنید تکهگاهش مسئله حق زنان و نمیدونم شرعی غیر شرعی نیست بیشتر به عنوان اینکه در خلاف قانون اساسی مشروطه بود از موزه نقد سیاسی حاکمیت از اون اطلاعی رو من بله. نه بله از اون چی که با بازرگان گفتم صرفه احساس شخصی و گنه بازرگان در زندگی خانواده خودش هرگز به دخترانش به همسرانش کوچکترین تحمیلی در هیچ مورد روان بله. چی در مورد حجاب بله. جزد... در مورد مسائل دیگه جذب بودید که کلمه رو از یکی از سوال ها بگیریم آقای برازنده گفت مهندس بازرگان آیا پراگماتیست بود یا نبود این سوال رو به یه شکل دیگه من تر میکنم با یه موضوع دیگه سعی میکنم این رو بیان میزم که از یک سو میشه گفت مهندس بازرگان خیلی عملگرا بود پراگماتیست بود چون وقتی که دید نمیتونه کار کنه و بیش از این نمیتونه ادامه بده استفاده و گفته میشه چندین استعفا رو تحویل داده به آیت الله خمینی تا بالاخره خیلوش. اصرار کرده و استعفای آخر پذیرفته شده به این ترتیب اونجا که دید نمیتونه استفاده داد و عقب کشید و این نوعی عملگرایی است دیگه از طرف دیگه مهندس بازرگان در عین عملگرا بودن بر اصول اعتقادیش موند بهترین مثالش دفاع جانانه از امیر انتظام بود دفاعی که باعث شد خیلی از همفکرانش ازش دلخور بشن و شاید یکی از دلایل جدا شدن بخشی از ملی مذهبی ها گفته میشه همین بوده باشه این تری مهندس بازرگان هم بر اصولی که فکر میکرد بهش میستاد و هم در این حال خوشمقز نبود از نظر سیاسی و اونجا که حس میکرد نمیشه ادامه داد به نحوی عملگرایانه پا پس کشید و عقب میشست دیگه این ماندگار نیست <تصفيق> <تصفيق> این ترکیب ترکیب اصولگرایی و عملگرایی ببینید شما میتونید اصولگرا باشید کارهای خوب بکنید شما میتونید اصولگرا باشید کارهای بد بکنید و یا عملگرا باشید کارهای بد بکنید عملگرا باشید کارهای خوب بکنید سیاست مدار به هر حال وظیفش این نیستش که به دنبال توضیح تاریخ و نمیدونم جامعه شناسی و فلان بره سیاست وظیفهش وظیفش این استش که امروز مشکل واقعا موجود چه هست و راه های حل این کدام است اونو باید حل کنه من نقطه ضعف دکتر مهندس بازرگان رو در این گردش از میلیون به طرف نهضت آزادی مذهبی تر شدن در زمینه سیاسی میبینم و ایدولوژی برای حکومت درست کردن نه حکومت اسلامی نه فقی خواستن که اونم معلوم نه و دقیق هم توضیح نمیده که این چگونه است و اینکه به ایشون پیشنهاد شد که نخست وزیر بشه این حرف کاملا درسته منم جای دیگه خوندم که در شورای انقلاب بهش پیشنهاد میشه از طرف آیت الله خمینی در واقع آ... آیت الله طالقانی بهش میگه که قبول نکن بر اساس بلد. اون مهندس بازرگان 24 ساعت وقت میخواد بلد. و بعدا اینکه چی فکر میکنه اینا نمیدونم بعد میاد قبول میکنه فقط در مورد آیت طالقانی و این تضاد من ز... یه ز... چیز دیگه رو میگم خیلی کوتاه بله, اینکه یک نفری که در شورای انقلاب بود و یه موقعی اومد بود بعدا در برلین سالها بسیار بعد برای ما تعریف میکرد ما ازش پرسیدیم که آقا در شورای انقلاب اون زمان پنجاه درصدی که میومدن تو خیلی اون زنا بودن چرا یک زن در شورای انقلاب نبرده بودید و نام یک آیت اللهی رو بردیم بله گفت به یشون موقع که این مسئله مطرح شد که یه زن بیاد گفت آقا زن بیاریم اینجا چیکا بکنه ما میخوایم پیژامه بوشیم پامون رو دراز کنیم زن رو بیاریم تو شورای انقلاب که چی بله این وضع بله،, بله. شورای از انقلاب بله. آیت اللهی بوده و نه مهندس بازار نه 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 اجزب... درست حرف شما بله. مهندس بازار ببینیم در پایان اگر صحبتی داره آقای اشکلی من یه نکته میگم و توش تاکید میکنم ببینید بازرگان دولت ما اونجا وقت پذیرفت ایشون نخست وزیر منتخب مردم که نبود رای مردم که نداشت که بونه نخواست وزیر هیچ چی وجود نداشت مملکت انقلاب یه رهبر انقلاب داره و یه مردم یه امت داره یه امام درسته در اون زمان مشروعیت سیاسی دینی همه چیز در آقای آیت الله خمینی متمرکز بود ایشون هم یک نفر رو انتخاب کرده با مشورت شورای انقلاب که نخست وزیر دولت موقت باشه اسمش دولت موقت بود انتظارات ما در این حد تعیین کنیم و تعریف کنیم اگر بنابر این بودیشون نخست وزیر باشه دولت خودش تشکیل بده امثال این حرف شاید یه جور دیگه عمل میگه، من نمیدونم به هر حال ایشون ماموریت داشت 5 6 تا مورد که این کارو بکنه این کارو بکنه این کارو بکنه بعدم به خودش خدا غزل خدا بخونه بره تا بعدا دولت تشکیل بشه ریاست جمهوری بیاد مجلس پارلمان از این حرفا این مسئله فرق میکنه از اینکه شما یه نفر تشکیل دولت داده باشه بنابراین اگر انتقادی هم داریم در این حد از مهندس بازرگان انتقاد کنیم نه در حد تاسیس دولت یا نمیدونم که کابینه جدید با افکار جدید دموکراتیک در این حد در حد شورای انقلاب رهبری آیت الله خمینی بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه پرویز دستمارچی، حسن یوسفی اشکوری، حمید رضا ظریفی نیا و نیما برازنده. از طریق وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست. و اگر گمان میکنید چیزهای ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه دید به فیسبوک ما هم سریع بزنید شب و روز بر همه شما خوش